سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. حاج شمس الدین محمد حافظ شیرازی، غزل سرای بزرگ زبان فارسی که از نوادر سخن سرایان نامدار جهان است، در سده هشتم هجری در شیراز چشم به جهان گشود و در سال 792 هجری قمری دیده از جهان فروب است. دیوان غزلیات او مجموعه عالی‌ترین کلام فارسی دری و والاترین اندیشه‌های بشری در تمام آثار است. سخنش مأنوس همه دلها و مقبول همه جانهای مشتاق است. حافظ کلام خدا بود و این تخلص ارزانی صفای باطن او شد. در حدود 500 غزل از او باقی مانده است که نمودار کاملترین و شیواترین بیان تغزلی در زبان فارسی است و پایه‌های شعری و فکری او انسان و سرنوشت انسان است. بنای آرامگاه حافظ پس از درگذشت در همین محدوده که قبرستان قدیمی بوده و به مصلا شهرت داشته واقع بوده است. در قرون گذشته از سال 856 والیان و حکمرانان فارس و مشتاقان حافظ به تناسب زمان بر این مقبره اماراتی کردند تا نهایتاً این بنا ساخته شد و در سال 1316 پایان پذیرفت. آرامگاه حافظ به حافظیه معروف است و اینک شهرت جهانی دارد. مردم خطه ایران به خصوص شیرازی ها بر خود میبالند که آرامگاه این شاعر بزرگ در این شهر قرار دارد و نموداری از فرهنگ و ادب پربار کشور ماست و شالوده استواری برای حفظ و حراست زبان شیرین فارسی است. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. این چه شوریست که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، علت آن است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر،
پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو خواجه، برو نیکی کن، که من این پند به از در و گوهر میبینم. که من این پند به از در و گوهر. در ایران حتی تو روستاهای ما هیچ خانه‌ای نیست که یه دیوان حافظ نداشته باشه. اما توجه داشته باشین که بیرون از ایران، به خصوص در اروپا، نه در آمریکا، در اروپا کسانی پیدا شدن که بهتر از حتی دانشمندان ما حافظ رو عشق بهش می‌ورزن و حتی شناختن. اما من که الان در محضر شما نشستم، دانشجو بودم دوره لیسانس، یعنی سال مثلا 37 36 37. یک مقاله نوشتم، اولین مقالم بود که یک دفعه حواس کرده بودم درباره حافظ بنویسم و عنوان مقاله رو گذاشته بودم من و حافظ. وقتی این یک دفعه مجله چاپ کرد اینو، بعد عده زیادی شروع کردن به انتقاد کردن که بعد تو چه کاری که خودت با حافظ مقایسه کردی، من و حافظ. ما هم خب اون موقع خیلی گستاخ بودم، گفتم خب این به شما مربوط نیست، شما هم میتونید برعکسش بگید. من چون حافظ دوست دارم میخوام بگم رابطه ای که بین من و حافظ به وجود اومده، در حالی که هنوز من دیوان حافظم شاید کامل نخونده بودم، ولی خب استادان من دکتر خانلری، دکتر معین، اینا همه درباره حافظ کتاب چاپ کردن، اینا کتاب اینا رو خونده بودن. بعد این ادامه پیدا کرد تا سال 1343-44 که من شروع کردم به نوشتن درباره حافظ و کتابی رو درآوردم که سال 1345 چاپ شد به نام راهی به مکتب حافظ. و شما اون کتاب رو عیناً خلاصه شو من آوردم توی این چرا حافظ که بعد از این انقلاب چاپ شده. این راهی به مکتب حافظ حیرت آور بود که یک روز چنون دربارش سخنرانی کردن و که در مجله های مختلف دربارش نوشتن، هم انتقاد هم تعریف. انتقاد به طور کلی چیز خوبیه، یعنی هم بسیار سخنان ردیه داشت هم موافق، ولی یک بعد از شاید 6 ماه 7 ماه اصلا گویی چنین کتابی وجود نیومده، هیچ کس درباره اون حرف نمیزد. این ادامه پیدا کرد کتاب. خب غلط هایی هم داشت این کتاب و داستان حتی چاپش برای من عجیب بود، هیچ کس حاضر نبود اینو چاپ کنه. من یه دانشجو بودم دیگه، اومدم دانشجو دوره دکتری بودم، یه زمین هرچی پول داشتم یه زمین خریدم نزدیک دانشگاه تهران بالاتر از این میدان جلالیه، خلاصه در حدود 1000 متر بود. من ناچار شدم این رو متری 10 تومن، 10 تومنی فروختم، 10,000 تومن شد و دادم به چاپخونه راستی و این کتاب رو چاپ کردم. و این کتاب یه مقدارش هم از بین رفت، یعنی تعدادش اومدن گفتن که شما خلاف مذهب و اینها گفتین و حافظ اینجور. خیلی خوب اختلافات زیاد داشت، اما حافظ رو باید من الان به شما اقرار کنم که هنوز هم بسیاری از ایرانی ها نشناختم. اما دو اندیشمند بزرگ اروپا، آلمانی به خصوص، یکی گوته یکی نیچه، اینا با تمام وجود حافظ رو شناختن. یعنی شما حالا اینو میخونید، من این گفتار اونا رو در همین کتاب چرا حافظ آوردم نقش کردم که اینا چجور ترجمه کردن، چجور خوندن که اینقدر به این حافظ عشق میبردن. گوته یکی از بزرگترین اندیشمندان آلمانه، دنیا زنی،
و اونجا میگه که ای حافظ، من آرزو میکنم که شاگردی از شاگردان تو باشم. حالا اینا داستانی است که بمونه برای بعد. اما این حافظ چرا اینجور شده؟ و من وقتی که راهی به مکتب حافظ رو نوشتم، یک نموداری برای زندگی حافظ طرح دادم که حافظ در آغاز زندگیش مثل همه انسان‌ها، کسی نمی‌دونه چی رو زندگی کرد. دوره نوجوانیش رو حتی کسی نمی‌دونه. این نمی‌دونم از همه دان بلند شدند، اومدن پدرش نمی‌دونم نونوا بوده و چه، از این حرفا زیاد زدن. ما حافظ رو از دیوانش می‌شناسیم. خلاصه وقتی که این حافظ رو شما می‌خونید، ببین حافظ در حدود 500 یا نزدیک 600 غزل داره. این حافظ کسی بوده که مثل همه ماها مکتب خونه می‌رفته و مکتب خونه هم که معلومه یا قرآن می‌خوندن یا حدیث یا یک روایت‌های مختلف. خب این آدم باهوش بوده، قرآن گویا حفظ کرده. از این رو بهش می‌گفتن حافظ، حافظ قرآن بود. و امتیاز حافظ بر دیگران این است که حافظ در 14 روایت که هیچ کس به این پایه نرسیده، این همه قرآن رو می‌دونسته. اما همین حافظ، حالا که میگم 14 روایت خودش میگه، این حافظ یواش یواش میرسه به یک جایی که این باید بره مثلا دیگه بشه یه مجتهد، یه کسی شدین چیزی. ولی میبینیم درست با عکس، این آدم اصلا یواش یواش مذهب میذاره کنار، اصلا دیگه مسجد نمیره. یا میبینه که این صوفی ها گاهی موزیک دارن، رقص دارن، آواز دارن، شادی دارن، میره به تصوف گرایش پیدا میکنه. مدت زیادی نمیگذره که از تصوف ها میاد بیرون. هیچ کس هم نمیده. بعد من خودش بعضیش میپرسن چرا، میگه که گر اولش گرز مسجد به خرابات شدم، خورده مگیر. مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. عمر میداره باطل میشه. خب حالا اومدی رفتی صوفی شدی. بعد میگه که ز خانقاه به میخانه میرود حافظ، مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آمد. چرا؟ پس دیگه خانقانش رو رها کردی. میگه صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز شد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلا، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. مثلا شما هنوز هم یه عده‌ای، خب من الان شاید 50 سالی که دارم اینو عنوان میکنم مرتب، فکر کنید شاید بیش از چند هزار بار، ولی هنوز مردم متوجه نیستن چرا بیزه در کلا بشکنه. چون در روزگار قدیم در شیراز به خصوص زنهای پیر و اینها مرغداری داشتن، مرغ داشتن، میفرستن این مرغاشون تو لونه تخمر میذاشتن و این تخمرغا رو هم خرج خودشون بود هم میفروختن. یک آدم بیمعرفتی این نگاه میکنه، میبینه و میره هر روز این تخمرغا رو میدوسته. بعد این زنه همینجور میاد ناراحت گریه میکنه که من نمیدونم تمام هستی من این 3-4 تا مرغه و این تخمرغاش هم میبرم. بعد نگاه میکنم میدونم این یه آدمیست، یه آدم جوانمردی، حالا کلمه رند مقصد میگم رندی، که رند رو از حافظ به معنی عالی شروع میشه. تا زمان حافظ رند رو بد میدونستن. این رندی اینو نگاه میکنه، میبینه این از این کلاهنمدی ها داشته، این تخمرغا رو میذاشته رو کلاهنمدی، زیرش به این کلاه میذاشته، راه راه میرفته، کسی هم به شک نمیکرده. خود اون پیرزن هم شاید میدیدش و فکر نمیکرد که اینه. این آدم اومد در جمع، همینجور که این داره میخواد بیاد بره، از پشت میاد میزنه رو سر سرش، این تخمرغا میشکنه تمام و این رسوا میشه. این حافظ حالا اینو در شعر آورده، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلا، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. قرار نیست که ما حالا بعد ببینیم که معرفت یعنی چی، عرفان یعنی چی. عرفان یعنی جوانمردی. جوانمردی از اونجایی میشه که اگر که مثلا همین آدم دید یه آدمی داره یه پیرزنی رو هر روز به گریه میندازه و میاد و به داد اون میرسه، این میشه جوانمردی، میشه معرفت. هیچ لازم نیست که حتما این عالم و دانا باشه. بعد از اونجا میاد صوفی میشه که میاد زخانقا به میخوانی میگه صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. داره کلک میزنه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی برید، همه الان هم همونطوره، درویش ها صوفی ها این قط میشین اون بالا و تمام مریدانش باید بیان دست اینو ببوسن و عقب عقب برگردن برن و زمین رو هم ببوسن.
و وقت همه حافظ با همین حرفا با این کارها مخالفت میکنه. بعد میگه صوفی نها دام و سر حق باز کرد، کلک میزنه، این مردم خودشو واسطه بین آفریدگار و این مردم میدونه. خب در حالی که حالا یک روزی که درباره مولانا صحبت میکنیم، میبینیم مولانا هم کسی است که پس از بیداری، پس از آگاهی، اون وقت میگه که من نخواهم فیض حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. من از طریق رابطه ها، خب این رابطه کیه؟ واسطه ها کیه؟ واسطه ها یا پیغمبران یا امام ها یا قطب صوفی هستن که اینا هم میگن ما واسطه بین خدا و شما هستن. حافظ بنابراین اینا رو کنار میذاره. حالا حافظ وارد چی میشه؟ وارد جهان رندی میشه، جهان معرفت میشه. وقت بهش میگیم خب حالا چی؟ میگه الان منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. درسته به من بد میگن، درسته فوش به من میدن که تو لامذهب شدی، تو از تصوف بیرون اومدی، چیکار کردی، ولی الان من برای خودم عالمی دارم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت باده نوشیدن. همه نوشتن در این نسخه ها راست نوشیدن، نه باده نوشیدن. به می پرستی از اون نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. حالا چی میگه آخرش؟ مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. چرا بینید دست یا آخوند دست صوفی رو میبوسید؟ چی به اینا شدو؟ تا آدم های ضعیف، بدبخت، استبداد طلب و احمق وجود نداشته باشه، آدم های حق باز و گردن کنوف به وجود نمیاد. شما باید استبداد رو از بین ببرین تا مستبد به وجود نیاد، ولی با کشتن یه مستبد، یه مستبد دیگری به وجود بیاد. پس اینجاست که حافظ، حتی حافظ معتقد است که اصلا در عالم رندی اینطوره. حالا این عالم رندی بزن بگم که مقدمه داشته باشیم. رند تا زمان حافظ یعنی آدم لامذهب پدرسوخته بد فاسد. شما تاریخ بیهقی رو بغض میکنین میخونین که وقت حسنک وزیر رو به دار میکشن، میگردن دنبال این که یک عده‌ای رو بیارن از اهل نیشابور که سنگ به این بزنن، هیچ کس حاضر نیست. بعد میرن عده‌ای رنود رندها رو پیدا میکنن، پول بهشون میدن، در حالی که رند درست عکس این عمل میکنه. این همینجور ادامه پیدا میکنه. فقط خاقانی موقعی که برمیگرده دگرگون میشه، 180 درجه تغییر میکنه، اونم رند رو محترم میشماره. ولی تا زمان حافظ رند همیشه بد بود. مثلا مولانا میگه حکم چون اندر کف رندان بود، لاجرم ذنون در زندان بود. وقتی یه مش آدم رند لامذهب بیان حاکم بشن، ذنون با اون همه عظمتش باید بره تو زندان. به سعدی میرسیم. سعدی میگه پارسا را بس اینقدر زندان که بود هم طویله رندان. اگر شما میخواین یه آدم پارسای دانشمندی رو تنبیه کنین، زندانش کنین، زندانش نکنین، برین شونینش کنار یه عده رند، این بزرگترین عذاب میشه براش. اما میرسیم به حافظ. حافظ رند میشه مقامش، میرسیم مقام پیر مغان، بالاترین مقام انسانی، عارف. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. چجور شد؟ چون من رند شدم، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. بعد این حافظ میبینه که هنوز مردم مثل این رند رو نمیشناسن. یک غزلی داره که با افسوس حتی علامه قزوینی هم در بیت آخر اشتباه میکنه. غزلش اینه که سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. ببین، به فتوای خرد، نه به فتوای اعتقاد و مذهب. تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم، در خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کردم. گفته بودم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. چقدر آقادم نادان بودم، یک چنین کار خوبی رو فقط در این که گفتن نکنی که خدا بدش میاد.
بیت آخر ما در ادبیات به خصوص وقتی شما اگر که صنایع ادبی رو بخونین، اتفاقا کتابی است که زنده یاد جلال الدین همایی نوشتین، ما دانشجو بودیم اینو میخوندیم، در اونجا در غزلهای خوب قافیه مصرع اول در قافیه مصرع آخر به کار میره. این جزء صنایع ادبی شعریه. سالها دل طلب سالها پیروی مذهب رندان کردن. اینجا میگه آخرین بیت اینه که صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت رندان کردم. تمام نسخه نوشتن همه از دولت قرآن کردم. در حالی که این غزل وقتی شما میخونین تمامش خلاف عادت. شما وقت معتاد میشین به نماز خوندن، معتاد میشین خلاف عادت، که اتفاقا این رو یکی از دوستان انگلز، دوست مارت، نامه‌ای می‌نویسه که این مرحوم زنده‌یاد دکتر خاندری آورد بود توی کتابش، می‌نویسه به مارت که تو سالها هی مطلب رو گفتی که بایستی بسیار عادت رو ترک کنیم، مذهب اعتیاد ایجاد میکنه، باید ترک اعتیاد بکنیم، و الان همه دنیا دشمنت شدن، اما این حافظ ایرانی اومده همین حرف رو زده با یک رندی، این حرف رو زده که هیچ کس نمیفهمه چیه و همه هم دوزش دارن. در خلاف آمده عادت به طلب کن، که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کردم. خب ما مثلا من اینو حس میکردم که میدیدم موقعی من بچه بودم یا دانش آموز بودم تو دبیرستان، وقتی میرفتم خونه میدیدم در ده ما به خصوص، حتی شهرم که اومدیم همینطور بود که زنها بانوان موهاشون رو میبافتن و اون وقت محکم میبستنشون، این عادت شده بود گیسوان بافته. میگه در خلاف آمده عادت به طلب کن، که من کسب جمعیت از اون زلف پریشان کرد. جمعیت خاطر نقطه مقابل پریشانی خاطر، که جمعیت خاطر به انسان سلامت، مقاومت، نیرو میده. پریشانی خاطر انسان رو بدبخت و بیچاره میکنه. ببین اینا دو تا توی مصرع به کار رفت، که جمعیت من در خلاف آمده عادت به طلب کنم، که من کسب جمعیت از اون زلف بر. من به عکس این موقعی که یکی از این خانم ها آگاه میشه میگه بابا ولم کن، موها رو باز میکنه، بعد بلند میشه روسریش هم برمیداره، باد میزنه زیر موها پریشان میزنه، من از اون لذت میبرم، من کسب جمعیت هم از اونجا از موی پریشان او میگیرم. خب اینه وقتی که مینویسه این انگلز چجور، کی بهش گفته این غزل از کجا پیدا کرده، خیلی جالبه اینا. خب حافظ این مطالب رو عنوان میکنه. پس وقتی که حافظ عشق رو، همه عشق رو نفهمیدن، عشق رو همه خیال کردن بیشتره، حتی استادان ما عشق رو از عشقه گرفتن، گفتن کلمه عربی. عشقه یک گیاهیست به صورت که دور درخت ها میپیچه و میره بالا، چیچک بهش میگن. این یک پنجه هایی داره این گیاه، این پنجه ها رو تو تنه این درخت ها فرو میکنن، بعد از مد سال ها این درخت خشک میشه، یعنی عشقه. اون وقت گفتم بله عشق انسان رو خشک میکنه، انسان رو از بین میبره، در حالی که عشق در آیین حافظ و در فرهنگ ایران از عشا و عشقا گرفته میشه، یعنی اون نیروی باطنی، اون نیروی درونی که انسان رو به کمال میرسونه. وقت ما میدونیم که من اومدم به نام اینو گذاشتم نیروی فرابرنده، عشق یعنی نیروی فرابرنده، نیرویی که انسان رو به حرکت میاره. حتی این عشق رو اگر شما در گل و گیاه هم نبینین اونقدر رشد نمی کنن، هرچی این حالت در درخت هم به وجود بیاد در اون درخت هم میوه بهتر میده، گلهای بهتر میده و همینطور. حالا در انسان که به طریق اولا این عشق هست. پس اون وقت حافظ ما تعجب میکنیم، تمام نسخه ها رو ببینیم، وقتی این بیت حافظ رو چجور معنی کردم، میگه عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. بدون استثناء گفتم که بله اگه تو قرآن در چهارده روایت مثل حافظ بخونی عشق به فریاد میاد، درست عکس اینه، عشقت رسد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهار دره. این ور رو عجیب اینه که هنوز هم متوجه نشدن، در حالی که حافظ در یک قصر دیگه گویا این حس کرده
عیناً این بر رو به کار میده. بر در تو زبان فارسی دیگه، در لغت نگاه کنین، تو همین کتاب به اصطلاح آداب زبانشناسی ها، بر یعنی حتی اگر. حالا میدونمون حافظ کجا میگه تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. حتی اگر از تخمه جمشید و فریدون سند داشته باشی که از تخمه جمشید و فریدونی، فایده نداره. باید از خودت گوهر ذاتیت داشته باشی، جوهر این کار داشته باشی، بتوانی این استعداد داشته باشی که به این پایگاه برسی. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. حالا عشقت رسد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. حتی اگر مثل حافظ قرآن رو در 14 روایت از بر بخوانی، فایده نداره. این عشقی که به فریاد تو میرسه، این عشقی که تو را حرکت میده، این عشقی که تو را به کمال میرسه. این کلمه عشق بیم و عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. و این حالات رو وقتی شما در حافظ می‌بینید، اون وقت می‌بینید حیرت می‌کنه که یه آدم مثل گوته دیوونه بشه، دگرگون میشه. میگه حافظ آرزو می‌کنم که بتوانم مانند تو شعر بگویم. و نیچه که به تمام کائنات سرکشی می‌کنه و اعتراض نمی‌ذاره، کلیسا رو به کلی لگن می‌زنه با اینکه خودش کشیش زاده است، ولی وقتی که به حافظ می‌رسه تسلیم میشه. میگه حافظ میخانه ای که تو ساخته ای برای مستی عالمی کافی است، برای چه دیگر چی شراب میخواهی؟ برای چه شراب میخواهی؟ و اینها وقتی که میان نشون میده که اینا حس کردن، درد کردن. مثلا گوته میگه حافظ من دلم میخواد مثل تو شعر بگویم که قافیه را دو بار در یک کلمه را دو بار در قافیه به کار نبرم، مگر یک واژه دو معنی داشته باشه. در حالی که شما الان نگاه بکنید، حالا میخونید که اغلب متوجه نشدن که در این چمن گلی بوده است یا سمنی. اینا دیدن که یک یاسمن هم اومده، خیال کردن یاسمن یا یاسمن، اینا یکی هم، بعد اومدن گردنش نسترنی که به کلی قافیه خراب میشه. در حالی که یاسمن نام یک گلیه، اما در این چمن که گل، در این چمن گلی بوده است یا سمنی، اون گل سمنه و یاسمنه. اینا رو عجیبه، اونا با این دقت به خصوص گوته و به این نقطه ها توجه کرده. خب این حافظ رو من اومدن یک نموداری برای زندگیش درست کردم، همینطور که دوره کوچیکیش رو نمیدونیم، هر کس هم بگه بیفاده گفت، بیخود گفت چه جور زندگی کرده، چه جور بود اینا. اگر شما حتی معشوقش هم میبینین شاخ نباته، این یه چیز ساختگیست برای خودش. اینا نماد درست کرده، نمود درست کرده، سمبول درست کرده و به عشق او صحبت میکنه و حرف میزنه. و الا هیچ درباره کس خاص هم، وقتی که میگه معشوق یعنی تو، تو شما دقت روی این تو نکرد. من برای اولین بار سال 1366 از پاریس برای من نامه‌ای نوشتن، حالا کی معرفی کرده نمیدونم، که ما میخواییم درباره حافظ یه بزرگداشتی بگیریم در ایران، در شیراز، و از تو خواهش میکنیم که شرکت کنیم و یه مقاله بنویسیم. من وقتی این مقاله رسید خب خیلی سپاسگزار شدم که منم به حساب آوردن رو دعوت کردم. بعد با خودم فکر کردم که من چی بنویسم که اصلا تازگی داشته باشه. یه روز از خیابون ناصرخسرو میذاشتم یه کتابی رو دیدم، بعد در این کتاب دیدم دو سه تا شعر هست، یکی از این شعرهای خیلی نام که معروف هم نیستن، مال دوره قاجاریه، که این واژه تو رو، واژه من رو جدا جدا معنی کرده. بعد اومد، خب من حافظ خونده بودم، نوشتم من، تو، او، من، تو، او، یا او، تو، من، از دیدگاه حافظ، در عرفان ایران از دیدگاه حافظ. حالا اینجا رو شما نگاه میکنین که وقت رفتیم اتفاقا تنها مقاله ای رو که چاپ کردن همین مقاله بود که بعد کتابسرا اینو به صورت یه جزوه خیلی زیبایی چاپ کرد، من، تو، او. خب اومدیم چه، همه اول میگفت یعنی چی من، تو، او؟ من یعنی پوینده راه، سالک راه،
تو یعنی معشوق. معشوق کیه؟ فقط هم زن نیست، دوست دختر آدم نیست، معشوق میتونه کل اجتماع باشه، جامعه باشه. وقتی که من به اون انسانهای خوب جامعه پیوستم، این راه رو طی کردم، ما یک پایگاهی میشیم، یه تجلیگاهی میشیم برای او. او کیه؟ او نمیدونیم، آفریدگاره. ما آفریدگار رو در عرفان نمیشناسن، نباید بشناسن. اگه کسی از خدا صحبت کرد یعنی خدا رو نمیشناسه. شما خسن راحت کائنات رو ببینید، این میلیاردها منظومه شمسی وجود داره، در یک کهکشان میلیاردها کهکشان وجود داره. حالا ما همین یک کهکشان رو میگیریم، اون وقت یکی از این منظومه های خورشیدی، همینی که ما داریم، آسمان هست و خورشید هست و ماه هست و ستاره هست و مریخ هست و فلان و فلان، این زمین که جز این منظومه است، یک ذره بسیار ناچیزیه. که حتی عجیبه که یک شاعری که هنوزم صوفی مونده بود مثل عطار به این نکته رسیده بود. از کجا رسیده بود نمیدونیم. من احترام میذارم به اینایی که نکته میفهمن. عطار که میگه زمین در پیش این گسترده مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا، نگر تا خود از این خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. و وقت تو خشن میشینی اونجا، میگی که دیشب خدا خواست که من پام بره تو چاله پام شکن. چرا؟ خدا کجا بوده که زده پشت تو، تو افتاده تو چاله. بعد دیشب اسهال سختی داشتم، خدا خواست که من خوب بشم. تو فکر میکنی مقام آفریدگار به کجا میرسه که ما هر کاری میکنیم میگیم خدا خواست. خب اینه که یک عارف میگه قبول فقط میکنه که آفریدگاری هست، همینو بس. این کیه، چیه، چی جوریه نمیدونیم. و نخستین بار فردوسی اینه گفته که من این کار رو با شاهنامه آبشخور عارفان، که تمام این عارفان آبشخورشون شاهنامه است، که فردوسی میگه به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. پس چیکار بکنیم؟ به هستیش باید که خسرو شدی. خسرو یعنی اقرار کنی، مقر. فقط باید بپذیری که یه آفریدگاری هست. به هستیش با به هستیش باید که خسرو شدی، ز گفتار بیهوده یک سو شدی. این حرف مفت رو بذاری کنار. اون وقت چون انسان به خصوص این نیاز رو داره که یه پناهگاهی غیبی ندانسته همیشه برای خودش درست کنه، خب آرام چیکار میکنه؟ فردوسی به یاد میده، میگه که اگر خواستی بگو اینجور بگو که من میگم. پناه بلندی و پستی توی، ندانم چی، هر چه هستی توی. ببین این بهترین خودشناسی است که میشه گفت. شما میگن که پس این دنیا رو چی آفریده؟ یکی میگه بیگ بنگ، یکی میگه فلان. باش، اما من نمیتونیم بگیم. ما الان قدم برمیداریم میگیم خدا خواسته، پامون میخوره به سنگ میگیم خدا خواسته، پول گیرمون میاد میگیم خدا خواسته، در حالی که نه، تمام خداوند. حالا چجور شما در این من تو او این اشاره میشه که او پرتویست از اون چیزی که ما نمیشناسیم، که ما بهش میگیم آفریدگار هستی. این آفریدگار هستی بعد ما در تصور خودمون اینو تجسم کنیم که در تمامی کتاب های مذهبی نوشتن که انسان ازل موجودات مدرن نفهمیدن منظور ازل یعنی بیهوده، نه، انسان آخرین آفریده است. نخستین آفریده آفریدگار خرده. این خرد آفریده که این خرد در حقیقت یک پرتویی از ذات پروردگار که این جهان رو نظم میده، که ما الان این شعور هست، بالاتر از شعور خرده. اول خرد به وجود میاد، بعد شعور. مثلا این خورشید یه شعور خاص خودش داره، میدونه چجور حرکت کنه، میلیاردها سال داره میدرخشه، نور میده، انرژی میده، منت هم نمیذاره، هیچ کس هم نمیدونه کی از بین میره. ما همینطور، سیاره های گوناگون همینطور. پس حتی میایم رو همین زمین، مورچه میدونه، یه شعور داره، که به قول سعدی میگه مور گرد آورد به تابستان، تا فراغت بود زمستانش. این مورچه میدونه، این مور میدونه که زمستان نمیتونه تغذیه، تابستان از این دونه ها رو جمع میکنه میبره تو لونش میذاره که زمستون راحت باشه. خب یه شعوری داره، اگر این شعوری نداشته باشه از بین میره، لگد بون میشه. انسان افزون بر این شعور
کسی است که به اون اولین آفریده یعنی خرد میپیونده. اگر شما جهان هستی رو به صورت دایره باید مفرض کنید، اصلا تمامش شما نگاه کنید تو صورت انسان، ابرو، چشم، بینی، دهان، گوش، تمام اینها حالت دایره دارن. پس اولین خرد، اولین آفریدگار، آفریدگار، همینطور دیگر چیزا پدید میاد تا آخرین آفریده میشه انسان. حالا معمار هستی هر چی میخواد باشه از این خط مستقیم یک دایره درست میکنه. این دایره نقطه پرگار میذاره، یک دایره میزنه. در این دایره آخرین آفریده به اولین آفریده میپیونده. ببین فرض کنیم این آفریده خرد، همینجور هست تا آخرین آفریده انسان. در جهان هستی یک دایره به وجود میاد، در نتیجه بین تمام این آفریده این انسان هست که به خرد میپیونده. از این جهتی که انسان اینجا مقام بالا داره، یعنی انسان افزون بر هوش، شعور، دارای خرد. به این جهت است که انسان میتونه موجودات دیگر رو رام کنه، تربیت کنه، به فرمان خودش در بیاره، به یاری اون خرد. خب پس بنابراین این سعدی با یک مهارتی این رو عنوان کرده که آدم حیرت میکنه. میگه نه هر آدمی زاده از درد به است. درد یعنی جانور درنده. نه هر آدمی زاده از درد به است. درد از آدمی زاده بد به است. به است از درد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد شده. چرا انسان خطرناکتره؟ برای اینکه انسان از یه دانشی برخورداره، اگر خرد نداشته باشه یا جلو خردش که پرده افتاده باشه، این درنده خویش بیشتر از هر جانوری. الان میبینید این شیر، این پلنگ، این ببر، این اینا یک شکار بکنن سیر میشن میرن کنار، اما شما ببینید در این جهان انسانی چه جنایاتی داره رخ میده. ببینید چرا؟ برای اینکه اینا از خرد دور شده. حالا من اومدیم گفتیم خب اینو بیم گسترشش بدیم. من، تو، او. من یعنی سالک راه، یعنی همین ما حرکت میکنیم، تیه طریق میکنیم، چقدر تا بجید؟ تا به تو برسیم، به معشوق برسیم. وقت من به تو رسیدم، اون وقت ما میشیم یک جلبگاهی برای او. او پرتویست از آفریدگار. اینجاست که وحدت جهان هستی به وجود میاد. حالا الان میبینی همین حافظ، منم که شد، من از شعره شهر شدم در اشتورزی، اما مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوش اشعار است. من به عشق تو حرکت دارم میکنم تا به تو برسم. و این حافظ غزلهاشو باید بخونی با دقت. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. و ببینید این من دیوانه، شما در تمام ادبیات فارسی بخونید، دیوانه رو یه آدم خل میدونه، نگه نیست شما میگید، در حالی که دیوانه دیو به اضافه آنه، چون همه دیو رو یک گول شاخ و دمدار رو درنده میدونه، در حالی که دیو یعنی خدا، یعنی خورشید، چون اولین آیینی که به وجود اومده در بشر آیین مهرپرستیه. خورشید رو خدا میدونستن، میگفتن این اون چی که هست از یه خورشید. پس دیو هنوز هم شما در ادبیات هند نگاه کنید، دیو یعنی خورشید، یعنی خدا. ببینید تو زبان‌های اروپایی دئو، زئوس، دیو، تمام دیو به معنی خداست در زبان فارسی. منتها ما بر اثر این که یک عده‌ای از موبدان زرتشتی پیش از اسلام اینها یا نفهمیدن، یا اینکه من اینو عیناً برای خودشونم گفتم، یا اینکه خواستن که در گمراهی مردم چیز بشه، اصلا از قول زرتشت چیزی رو جعل کردن. اصلا ببین مذهبی که ما پیش از اسلام داشتیم زرتشتی به زرتشت ارتباط نداره. زرتشت بزرگترین انسانی است که روی عالم به وجود اومده. زرتشت اومده گفته هو منشنی، هو گوشنی، هو کنشنی. خوب فکر کنید،
فکر خوبتون خوب بیان کنین، بیان خوبتون خوب به کار ببرین. همین بعد گفته از دیویستی بیان بیرون به مزیستی گرایش پیدا کنین. دیویستی چیه؟ یعنی خورشید پرستی. شما هنوز هم ما وقتا بخوام دعا کنین بگیم ای خدا، دستمون به سوی آسمون بلند میکنیم. دیو یعنی خورشید. میگه اینقدر دست به دامن آسمان نشین، به مغزتون مراجعه کنین. دیویستی یعنی ستایش خورشید و نور. مزیستی یعنی ستایش مغز و فکر، اون چه که هست در درون خودتون. از این مغز شماست که دو مینو میتراوه، یکی بهمن یکی اهریمن. شما باید اهریمن درونتون رو نکشین، به بند بکشین، مهارش کنین تا بهمن رشد کنه و جهان آباد بشه. همه هم این زیبایی ها رو شما در دیوان حافظ میبینید. من حافظ رو تشبیه کردم به زنبور عسل در جهان انسانی. زنبور عسل در جهان موجودات حیوانات تنها موجودی است، تنها پرنده است که گاهی نیش هم میزنه. این روی تمام گلها میشینه، شیره اینا رو میمکه، میاره کندو. اونی که زهراگیره دورش میندازن، حتی خود اون زنبور رو هم گاهی دو تیکه میکنن تو کندو. تمام این شیره گلها رو میگیره میاره تو کندو، از این یک ماده درست میکنه که ما اسمش رو گذاشتیم عسل. و این عسل بهترین پدیده جهان هستی است که سعدی میگه سرشته است یزدان شفا در عسل. نه چندان که زور آورد در عجل، مرگ رو نمیتونه از بین ببره، ولی تمام سلامت در این عسل. الان هم دیدین که عسل با این که آلوده میکنن، شکر میزن جلو کندوها و از اون خوبی میرنش بیرون، ولی هنوز هم عسل بهترین پدیده است که انسان یه قاشقشو میخوره و حال میکنه. زنبور عسل از تمام این گلها شیره رو میبکه، میاره تو کندو و عسل درست میکنه. حافظ این نقش رو در جهان انسانی داره. روی تمام ادبیات فارسی نشسته، از حافظ تا امثال یا پیش از اسلام بعد از اسلام، جوهر اینها رو گرفته اومده در غزلیات خودش تجلی داده. خب این غزلیات حافظ، من اومدم از این 500 غزل 300 غزل رو انتخاب کردم. حالا بعضی جاها 600 غزله، 300 غزل. این 300 غزل شما وقتی میخونین، اون کارخونه عسل، اون کندوی عسلی است که درست شده در ادب و فرهنگ ایران که شما لذت ببرید. مثلا الان همین حرفا رو که ما میزنیم، مثلا حافظ میگه که دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعزیر میکنن. تعزیر یعنی شلاق زدن. پنهان خورید باده که تعزیر میکنن، ناموس عشق و رونق عشاق میبرن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. گویند راز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن. ما از برون در شده مفتون صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنن. شما ببینید درست مثل این امروز داره میگه، 800 سال پیش رو امروز داره میگه. یعنی امروز کسی بهتر از این نمیتونه در باره بگه. بعد همین حافظ وقتی که صحبت این مطلب رو عنوان میکنه، میگه که در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. شود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. او امید میده اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشاید. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بس در بسته به مفتاح دعا بکشایند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند، یا خدا را مپسند، یعنی خدا را، یعنی برای خدا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید. این میگه. بعد مسائل مختلف تا جایی که میرسه که ببینید مردم ما داریم غمگین میکنیم. شما ببینید هنرمندان از گروه شما ها، هنرمند خوب اونه که به محض این که میبینه مردم دارن خسته میشن و خسته و افسرده میشن، یک دفعه بر میگرده میره تو یک چهارگال چهارمزراب درست میکنه، یک آهنگی میزنه که همه بلندشان به رقصیدن و بشکن زدن. این کار حافظ میکنه. وقتی این مسائل عنوان میکنه، دردهای اجتماعی رو عنوان میکنه، بعد میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. من با اجازه خود حافظ که اونجا نوشته پلک و سقف اشکافی نوشتم، بساط کهنه برچینیم و طرحی نو در اندازیم.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، بساط کهنه برچینیم و طرحی نو در اندازیم، شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم، چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم، یکی از عقل میلافد یکی طامات میبافد، بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم، بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. ببین شما اصلا دگرگون میشی، حالت دیگری رو پیدا میکنی. گل وقتی که میخواد عظمت حافظ رو بشنوی کجاست؟ اونجایی که میاد میگه که این مسائل مقام ها رو بذار کنار، پادشاهان جهان نوکر خود ما. این که عیبت میگن آقا حافظ این کارا رو نکن، بعد میان میگن که حافظ مسخره شده، بازیچه دست شده. میگه گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، گوشم همه بر بانگ نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. بعد میگه حافظ این حرفا رو نزن، ننگه برای تو. میگه از ننگ چی گویی؟ که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی؟ که مرا ننگ ز نام است، میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، اون کس که شما نیست در این بس کدام است؟ حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، کیام گل و یاسمن و عید سیمان. عید روزه هم اومده دیگه، محتسب نمیتونه بیاد بگید چرا داری می میخوری، جرأت نمیکنه دیگه. برعکس حالا، اون موقع فقط ماه رمضان میگرفتن شلاق، ولی عید که میشد هیچ کسی حق نداشت بگه کسی دیگری. از اینه که ماه عید رمضان، عید فطر، این مقدسه. چرا؟ برای اینکه آزادی درش هست. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، کیام گل و یاسمن و عید سیام است. اومدید این داستانی است که حالا خودش یه بحثی داره، که اگر من یه دفعه دیگه ممکنی برنامه بذاریم که من بگم که از کی شروع شده، که این از فرخی سیستانی شروع میشه که روزه رو ترک میکنه، ولی عید رو بالاخره میگه آفرین بازم این روز خوبی است. همینطور میاد تا خاقانی، میاد تا مولانا، میاد تا حافظ، میاد تا دوره خود ما، که به خصوص قاآنی شیرازی که عالیه. حالا یه روزی در این باره صحبت میکنیم. خب حافظ به این ترتیب شما رو به شادی وادم داره، به شادی میکشونه. و اصلا در حافظ، یعنی میگم از تمام این مطالبی، مثلا ببین فردوسی اولین بار میفرماید که به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. چهار قرن بعد از فردوسی حافظ عین اینو میگه، از آبشخور شاهنامه استفاده میکنه، میخواد بیان میگه مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. دیگه از این بهتر، تو فقط آزار به دیگران نرسون، چی هر کاری دلت میخواد بکن. مثلا تو میگی که الان ساز دستته اومدی تو خیابون، داری میگه خب ببین مزاحم دیگران میشی، برو اون کنار تو باغچه هر چی دلت میخواد ساز بزن. اما الان میگن که نخیر اونجا هم حق نداری ساز بزنی. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. همین حافظ در همه جا میگه که عزیز من، دوست من، انسان، وفا و مهر نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. ببینید الان درست هست یا نه؟ الان هر کسی بلند میشه، یارو بیکار هست، میاد زورش به بالاها نمیرسه، میاد مزاحم دیگران میشه. وفا و مهر نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. خب اینا رو تمام وقت نگاه میکنیم، میدیم تمام جوهره اشعار و نکته های پیشینیان رو گرفته و عالی ترین صورت بیان میکنه. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شما این رو، من بارها من آمریکا که بودم میگفتم این بیت رو بنویسید با طلا همه جا سردرها. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف،
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شما با دشمنتون کمی مدارا کنین، دعوا نمیشه. به دوستانتون هم مروت، جوانمردی نشون بدین. خب این شما چی میخواین؟ مگر شما تمام کتاب کانت رو بخونین، خلاصه کنین، فشرده کنین، جوهرکنین، این به زحمت ازش در میاد و این راحت ما میتونیم حفظ کنیم، بیان کنیم، ولی اونا رو میخونیم، فراموش میکنیم. پس بنابراین اینجاست که حافظ عظمت پیدا میکنه. مال اینه که حافظ شاعر هستیه، وابسته به جهان هستیه. جهان هستی رو برای ما زیبا، دلنگیز و خوب نشون میده. و اگر که ما حافظ رو درست بشناسیم، باور که ما بسیاری از این خطاها رو انجام نمیدیم. ولی متاسفانه میخونیم، حتی حفظ هم میکنیم، ولی نمیخویم بیادمون بیاریم که منظور چیه. خب ببینید اونجا در اون غزل که خوندم براتون میگه که از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. این شهرت طلبی که شما میگین، این ننگ آوره. شما تمام مردم آزار میدونید که بهتون میگن شما آدم متشخص و بزرگواری هستید، در حالی که نیستید. خب این یک بیت یک معنای عظیم داره. یعنی شما از ارسطو، افلاطون همینجور بگیرید و بیاید تا امروز، شما وقتی که یک بیت حافظ میخونید، میبینید اون چرا که دو هفته نشستین رو کتاب ارسطو دارین میخونین، این مطلب دستتون نمیاد که در این یک بیت قشنگ راحت اینو میخونین و راحت هم هستین. اینجاست که حافظ اهمیت پیدا میکنه. بله، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. اصلا وقتی که شما میگه اصلا به رقص میه. شما از اون حالتی که اخمو گرفتین، نشستین، افسرده هستین، یک دفعه مثل این که اصلا شما را قلقلک میدن که بلند شین به رقص بیان و بازی بکنین. پس بنابراین حالا اگه من بخوام از حافظ بگم، مثلا هنر نمایش که اغلب نمیدونن، مثلا گاهی بگن که حافظ اینجا شعر عربی رو آورده. ببین جایی آورده که تعمد داشته. مثلا یک بیتی رو گرفته، اینو پارش کرده مثل دو تا مقوا، اینو گذاشته، اون وقت یک مقدار زیادی شیرینی در لای این مقوا گذاشته. از اون بیت عربی فقط به عنوان جلد مقوا درست استفاده کرده. این در اول دیوان حافظ آوردن. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، ای ساقی به دور بیار شراب رو، کاسه رو، جام رو، و بندستونش به ما. چرا؟ حالا دیگه وارد حرف خودش میزه، اینه جزء شیرینی ها شکلات هست. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه کاخر سوازون طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. و اینه توجه کنین که اکثر بدون استثناء، بدون استثناء همه متوجه نشدن. ببین وقتی که پیر مغان هست، سالک را باید پیر بیونه چی میگه، حرف پیر گوش کنه. ولی اگر پیر مغان نبود، این سالک را چون درس در محضر پیر مغان خونده، خودش برامون و میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. چرا؟ که سالک، یعنی زیرا که سالک با خبر نبود ز راه و رسم. همه نمیشن بی خبر نبود، که سالک با خبر نبود ز راه و رسم منزل. برای اینکه سالک را، تو که الان سالک راهی داری تو، هنوز از اون پیش تابای را با خبر نیستی. پیر اونا رو تموم تهی کرده این راه رو. به می سجاده رنگی وقتی میگه ای گناه داری آخر میدم تو جهنم، تو چه کار داری؟ پیر داره به تو میگه، درس میده. تو خودت قبول کردی که سالک راهی، باید در محضر و خدمت پیر مغان باشی. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک با خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. حالا بیت آخر، حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ. اصل بیت این بوده، ادر الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و عملها. حضوری گر همی خواهی بیا با ما به میخانه. نه، حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و عملها.
موقعی که به اون چیزی که آرزوته و دلخواهت رسیدی دنیا و هر چی تو اون رها کن بره. ببین فقط جلد درست کرده از این بیت عربی، تمام مطالب خودش رو آورده اینجا گذاشته. خب این مثلا من فکر کنم اگر بخوام دیگه ادامه پیدا کنم، اگر که پرسشی چیزی باشه من در خدمتتونم. سخنان شما رو به وجد آورد که لازم دیدم این غزل رو شاعر دل اسمشو گذاشتم خدمتتون بخونم. بسیار استفاده کردم. آفرین. خود دفترم هم نوشتم بنده در مقامی نیستم که حتی وصف حضرت حافظ رو کنم، چون مقام و مرتبت او بیش از این هاست، اما خواستم ابراز احساسات کنم. همیشه این حق داری هر کسی. حافظ همه جهان جان تقدیمت، الطاف خدای مهربان تقدیمت، جام شفق و خلوت مهتابی عشق با عشوه شوخ شاهدان تقدیم. چون با دل خونین لبخندان داری، خودش بیفرماید با دل خونین، چون با دل خونین لبخندان داری، لبخند زمین و آسمان تقدیم. بوی خوش هر گلی که روید به چمن، با لاله داغدارمان تقدیمت. هر روز بهار در شکوفایی گل، با رنگ دلانگیز خزان تقدیمت. درسی که به مکتب تو آموخته ایم مهر است، صفای مهرگان تقدیمت. شاه غزل و واقعا شاه غزل و مقتدر ملک سخن، فرمان سلیمان جهان تقدیمت. ای شاعر دل صبوحی پاک بهشت، با یار سیاه چشم چمان تقدیمت. آفرین. اون چیزی که خودش خواسته. آفرین. فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند. بله. اینو بر طبق اون که آرزوی خودش بله. خواستن. قلمان ز روزه حور ز جنت به در کشی. بله. این دلیری که داره آدم لذت میبره. ای شاعر دل صبوحی پاک بهشت، با یار سیاه چشم چمان تقدیمت. سرمستی شیرین شراب حافظ، دولت ز غزلهای روان تقدیمت. آفرین آفرین آفرین. بله بله، حافظ هر چیزی رو راحت بذار. من که امروزم بهشت نعت حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ به این راحتی. بله نیست که ببخشید عزیز من خیلی اصلا باید عادت بکنم. بله نظر تو بگید، حتی اگر ایراد هم داشته باشه خود داشته باشه چه اشکال داره. بله به هر حال شاد باشین همیشه. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری گوشم میاری در این جمع که امشب، در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است، در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. هزار آفرین هزار آفرین. سوال کردی دوست؟ هزار آفرین.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر.